سازمان عفو بین الملل در نامه مشترک با چند سازمان حقوق بشری دیگر از پادشاه بحرین خواست حکم های اعدام صادره علیه دوازده تن از زندانیان شیعه بحرینی را لغو کند عفو بین الملل سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر پژوهشکده حقوق بشری الخلیج و جمعی دیگر از سازمان های حقوق بشری در این نامه خطاب به حمد بن ایسا آل خلیفه پادشاه بحرین تاکید کردند بیشتر حکمهای اعدام بر اساس اعترافات زیر شکنجه و در محاکمه های ظالمانه صادر شدهاند. حکم اعدام دوازده جوان شیعه بحرینی که به اتهامات سیاسی بازداشت شکنجه و بر اساس اتهامات دروغین محاکمه شده اند توسط دستگاه قضایی بحرین صادر شده است. اجرای این حکم‌های های اعدام پس از طی آخرین مراحل به اصطلاح دادرسی و رد تجدید نظر توسط دیوان عالی تنها منتظر امضای پادشاه بحرین می باشد.